حجاب یکی از مسائل پرمناقشه در تاریخ ایران بوده و هست، پدیده‌ای که هم در بین علمای دینی مناقشه برانگیز بوده و هم در بین حاکمان و البته در دل جامعه. ما در این قسمت از پادکست مورخ به طور ویژه رفتیم سراغ این مقوله عجیب و پرداستان و روندی که در جامعه معاصر ایران از دوران قاجار تا به امروز طی کرده رو بررسی کردیم. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. در رابطه با کم و کیف حجاب شرعی زنان اختلاف نظرات عجیب غریبه. عده خیلی اندکی معتقدند که حجاب زن و مرد خیلی تفاوتی با هم نداره، یعنی زن هم اگر شرمگاه عقب و جلوشو با یه تیک پارچه و حتی اگر پارچه هم نبود با دستاش بپوشونه کفایت میکنه. نتیجتاً این دسته گفتن که کافیه بین ناف تا زانو پوشیده بشه. این نظر البته در بین کسانی که به بحث حجاب شرعی پرداختند خیلی 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 کم طرف داره. یه سری دیگه عورت زنان رو از شانه و کتف تا زانو میدونن. بخش زیادی از علمای اسلام اما میگن که حجاب شرعی زن یعنی پوشوندن تمام بدن به جز صورت و از مچ دست به پایین و از مچ پا به پایین. یه سری دیگه به همین مقدار هم رضایت ندادند و گفتند که کل اندام زن حتی ناخونهاش جزو عورت محسوب میشه و باید پوشونده بشه. بنده عذرخواهی میکنم. اگر فکر میکنید اینجا ته داستان اشتباه فکر کردید، از این عجیبتر هم وجود داره. کسانی هستند که معتقدند نه تنها تمام بدن زن باید پوشیده شه، بلکه صدای زن هم جزو عورته و نباید به گوش نامحرم برسه. بنده خیلی عذرخواهی میکنم. این اختلاف نظرها در کنار نگاهی که اساساً خواهان آزادی سبک پوشش در جامعه است و معتقد هیچ نهاد اجتماعی اجازه نداره آزادی فردی افراد رو ازشون بگیره، کشمکش های بیشمار و بیپایانی رو در تاریخ ایران زمین، به خصوص در تاریخ معاصر ایران زمین شکل داده. و اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون دوران چیزی به اسم حجاب و قبح معلوم بودن برخی از اعضای بدن در بین ساکنین این منطقه کلن وجود نداشته. در سایر مناطق از جمله ایران زمین در اون زمان هم اگر پوششی برای زنان و مردان بود، یک هنجار مذهبی و حتی اجتماعی نبوده، بلکه عرفی بود که هر منطقه‌ای برای خودش داشت. اسلام که اومد اما یه سری احکامی برای حجاب با خودش آورد. در ابتدای کار هم اسلام خیلی سختگیری نداشت نسبت به پوشش زنان. حتی تا سال 9 هجری قمری مراسم حج به صورت برهنه کامل و با حضور مختلط زنان و مردان در کنار هم برگزار می‌شد. از این سال بود که اعلام شد که حاجی خانم ها و حاج آقا های عزیز، لطفاً وقتی تشریف میارید حج یه پارچه‌ای بپیچید دور خودتون که شرمگاهتون خیلی معلوم نباشه. بعدم یه توصیه هایی کرد. یعنی چی؟ مثلا اون موقع مثل الان نبود که صف نماز زن و مرد جدا باشه، همه کنار هم نماز میخوندند، ولی چون هیچ پوششی، یعنی پوشش ویژه‌ای وجود نداشت، چی کار کردند؟ اینطوری اومدن یه فکری به حالش کردند که خانوم ها عقبتر از آقایون به نماز بایستند که آقایون خب حواسشون پرت نشه، از اون طرف هم خانوم ها دیرتر از سجده بلند شند که خانوم ها حواسشون پرت نشه.
خونه های اون دوران هم جالبه، کلن یه اتاق بوده که در هم نداشته و برای همین خیلی فضای تفکیک شده‌ای بین داخل و خارج خونه وجود نداشته. پس در نتیجه در ابتدای پدید اومدن اسلام اصلاً با حجابی که امروز میشناسیم سر و کار نداشتیم. وقتی کم کم احکام قرآنی مربوط به حجاب هم اومد، باز هم میبینیم که مثلا توصیه به پوشاندن سینه ها و این قبیل زیبایی های مخفی توصیه میشه. و یا در سوره احزاب به زنان پیامبر دستور داده میشه که مثل دوران جاهلیت نگردند. و البته هیچ توضیحی در رابطه با نوع پوشش و جنس اون داده نمیشه. اما به هر حال داستان ما و حجاب با ورود اسلام به ایران زمین شروع میشه. ورود اسلام به ایران زمین در دوران ساسانیان کم کم اون روایتی که سفت و سخت ترین نوع حجاب رو برای زنان میپسندید بر افکار عمومی حاکم شد و زنان تماما پوشیده شدند. مثلا علامه مجلسی، فقیه مشهور دوران صفویه، در کتاب معروف خودش بهار الانوار میگه که زنان عورتند و بیهوده گفتار، چون عورتند در خانه پنهانشان کنید و سخن بیهودهشان را با سکوت خود جاری کنید. عجب. تا دوران قاجار هم این وضعیت برای تمام زنان ادامه داشت. اونها اگر می‌خواستند حضور در سطح اجتماع داشته باشند، مجبور بودند از برقع و روبند استفاده کنند. آموزش و مکتب هم برای زنان ممنوع بود طالبان طور، مگر اون دخترانی که در خاندانهای اشرافی به دنیا اومدند و پولشو دارند و میتونستند با معلم سرخونه سواد بیاموزند. البته ما این وضعیت رو در قسمت مربوط به تاریخ مدارس دخترانه در ایران توضیح دادیم که میتونید ببینید یا بشنوید یا از طریق یوتیوب یا از بسترهای پادکست. در هر حال این وضعیت تا دوران مشروطیت هم ادامه داشت. تا دوران مشروطیت بودند زنانی که ساختار شکنی کردند و حجاب از سر برداشتند. اولین کسی که این کارو کرد طاهره قرة‌العین بود، کسی که یکی از چهره‌های روحانی برای پیروان بهائیت و البته یک شاعر قابل هم بوده. طاهره قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای شیعه عصر قاجار در قزوین و همسر پسر عموش یعنی پسر امام جمعه قزوین بود، یعنی عروس کسی که بزرگترین دشمن فرقه شیخیه بود. قرة‌العین ما رو در روی خانوادش ایستاد و به مکتب شیخیه و بعد هم به علی محمد باب ایمان پیدا کرد. طاهره قرة‌العین بعد از فعل و انفعالات زیادی که بعداً البته در اپیزودهای بعدی خواهیم گفت، توسط بابی ها از قزوین فراری داده میشه و به یکی از گرد همایی های بابی ها وارد میشه و موقع سخنرانیش که میرسه حجابش رو برمیداره. اینجا میگن خیلی از مردها که اصلا فرار کردن، یکی گلو درید و خونین و مالین رفت، خیلی ها هم به سمتش حمله ور شدن و البته خیلی ها هم طاهره قرة‌العین رو بی حجاب پذیرفتند. بعضی از مورخین البته میگن فقط روبندشو کنار زده، یعنی در همین حد کشف حجاب کرده. بعضی ها میگن کلن لخت شده، بعضی ها هم میگن موهاش آزاد کرده و چادر و چارقد رو در آورده. به هر حال طاهره قرة‌العین دست به تاب و شکنی میزن.
یکی دیگه از زنانی که در اون فضای اجتماعی بسته که بی حجاب شدن زن رو اصلا تحمل نمی کرد، کشف حجاب کرد، کی بود؟ دختر ناصرالدین شاه قاجار، تاج السلطنه. اون نقاب از چهره برداشت، چادر رو کنار گذاشت، چهرش رو برهنه کرد و لباسهای تنگ و کوتاه به تن کرد و اینطوری دست به ساختار شکنی زد. وقتی ناصرالدین شاه به فرنگ رفت و حسابی از شرایط اجتماعی اروپا خوشش اومد، به خصوص البته وقتی تحت تأثیر رقص بالرین ها قرار گرفت، به ایران برگشت و اولین و مهمترین تغییرات رو در حرم سرای خودش داد. به زنانش گفت که براش دامن بپوشند مثل بالرین ها. حجاب البته سر جاش باقی مونده بود تا اینکه تاج السلطنه یهو تغییر بزرگ رو شروع کرد، شکل داد و کلن لباس غربی به تن کرد. بعد هم ترک نماز کرد. حتی ایشون یعنی تاج السلطنه حجاب رو مانع پیشرفت زنان اعلام کرد و کم کم این نوع نگرش از دربار به اطراف هم سرایت کرد و خیلی از زنان و دختران اشرافزاده هم به تأسی از ایشون شروع کردند به ترک حجاب. البته که با فشار روحانیون تاج السلطنه مجبور به عذرخواهی شد، ولی کاری که کرد تأثیر زیادی بر زنان جوان ایران زمین گذاشت. جنبش مشروطه که شروع شد، کم کم فضای اجتماعی هم داشت پوست اندازی می کرد. کم کم زنان هم مسئولیت های اجتماعی پذیرفته بودند و از اندرونی خونه بیرون اومده بودند. شکل گیری ارتباط با جوامع توسعه یافته غربی باعث شده بود کم کم مدل حضور زنان در اجتماع اون کشورها مورد توجه روشن فکران ایرانی هم قرار بگیره و یکی از ویژگی های این حضور در واقع در غرب چی بود؟ بی حجاب بودن زنان. با آغاز سده 14 میلادی دختر میرزا حسن رشدیه، یعنی خانم شهناز آزاد که در قسمت مربوط به راه افتادن مدارس دخترانه در ایران راجبش مفصل صحبت کردیم که اگر ندیدید باز عرض میکنم ببینید و بشنوید، یه نشریه انتقادی و در حمایت از حقوق زنان راه انداختیشون به اسم نامه بانو. بعد به همراه شوهرش ابوالقاسم خان آزاد مراغعی یه انجمنی راه اندازی کردند به اسم انجمن مخفی کشف حجاب. این دوستان معتقد بودند که حجاب ابزار سرکوبیه که مردان بر زنان اعمال می کنند و اگر زنان می خواهند پیشرفت کنند باید حجاب را کنار بگذارند و اگر می خواهید جامعه توسعه پیدا کنه هم باید زنانمون رو پیشرفت بدیم، یعنی باید زنانمون پیشرفت کنند. آزاد مراغعی بابت فعالیت‌های این انجمن و نوشته‌هاش در نشریه نامه بانو طی دهه اول قرن 14 چندین بار به زندان افتاد و تبعید شد. زندان و تبعید آزاد مراغعی نشون میده که حکومت رضا شاه پهلوی در ابتدای امر خیلی نمیتونست از بی‌حجابی دفاع کنه. چرا؟ چون جامعه مخالف این نوع نگاه بود. اما یه سری اقداماتی هم از طرف دولت انجام میشد در راستای عادی سازی کشف حجاب. مثلا نشریه‌ای بود به نام عالم نصفان در همین دوران از لزوم کشف حجاب می نوشت و مطالبی از موافقان و البته مخالفان این مسئله رو چاپ می کرد و حکومت هم باش برخوردی نمی کرد. از اون مهمتر اتفاقی بود که در مجموعه فرهنگی هنری در تهران به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این باشگاه، یعنی صاحب باشگاه ایران کی بود؟ عبدالحسین تیمورتاش
وزیر دربار رضا شاه، کسی که تحصیل کرده خارجه بود و مشروط خواه بود و به رضا شاه در راه رسیدن به قدرت خیلی کمک کرده بود. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن خواست تا بدون حجاب روی صحنه بیاد و ترانه اجرا کنه. از کی خواست؟ قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک بدون حجاب روی صحنه با واکنش منفی خیلی از مذهبیون و روحانیون همراه شد. ولی این خواننده دوباره و دوباره و دوباره با همین وضعیت روی صحنه حاضر شد و خواند. اوج اعتراض روحانیون به حکومت در رابطه با موضوع حجاب اما بابت اجراهای قمرالملوک نبود. منطقه دستخوش تغییر و تحولاتی شده بود و به نظر می رسید که حکومت هم قصد داره با این تغییرات همراه بشه. همون زمان جنبش فمینیستی در مصر خیلی قدرتمند شده بود و یکی از سران جنبش زنان این کشور به اسم هدا شعراوی در سال 1302 حجابش را از سر برداشته بود و به شکل نمادین اون رو در دریای مدیترانه انداخته بود، اتفاقی که خیلی سر و صدا کرده بود. بی‌حجابی در جامعه ترکیه هم رو به افزایش بود و توسط مسلمانان این کشور کم کم داشت پذیرفته می شد. در افغانستان هم تغییر و تحولات در جریان بود. وقتی ملکه ثریا همسر امان الله خان پادشاه افغانستان در سال 1308 به ایران اومد و حجاب بر سر نداشت، یه دعوای حسابی بین روحانیون و رضا شاه پهلوی شروع شد. روحانیون از رضا شاه می‌خواستند که به ملکه ثریا اعلام کنه که اگر قصد داری بیای ایران باید حجاب داشته باشی. رضا شاه اما راضی به این کار نمی‌شد و نشد و ملکه رو بدون حجاب در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از روشنفکران و پیروان فکری اونها از این حرکت رضا شاه استقبال کرده بودند و از اون طرف خیلی از روحانیون و پیروان اونها هم به مخالفت پرداختند. نتیجه این شد که در تهران کمی فضای اجتماعی برای بی‌حجابی آماده شد و خیلی از زنها روبند و حتی چارقد و چادر از سر برداشتند. بیایم کمی جلوتر. تنها سفر خارجی رضا شاه پهلوی در تاریخ 12 خرداد 1313 انجام شد. کجا رفت ایشون؟ ترکیه. و از جامعه ترکیه دیدار کرد و با کسی که به تازگی ساختار سیاسی و اجتماعی ترکیه رو به کلی تغییر داده بود، یعنی آقای مصطفی کمال آتاتورک هم ملاقات کرد. اوضاع اجتماعی ایران در دوره‌ای که رضا شاه یا رضا خان به قدرت رسید به قدری بد بود که این وضعیت از سر و شکل مردم هم عیان بود. محمد علی فروغی که اولین نخست وزیر دوران پهلوی بود در خاطرات خودش آورده که وقتی در راه رسیدن رضا شاه به تهران و قدرت گرفتن به دروازه قزوین رسیدیم، جمعی خمار و نشئه دیدیم که روی هم تلمبار شده بودند و جمعی دست در تنبان داشتند از سوزاک. در این حال رضا شاه نشست و دست به پیشانی گذاشت و گفت آقای فروغی چه کنیم؟ از کجا شروع کنیم به اصلاح این مملکت؟ حتی گفته میشه بیش از نیمی از مردان ایران کچلی داشتند از فرط عدم رعایت بهداشت. زنها هم که اصلا کلن تو اجتماع حضور نداشتند به اون شکل.
توی همچین شرایطی بود که رضا شاه رفت ترکیه و دید مردمان این کشور تازه تأسیس کت شلوار غربی به تن دارند و زنها هم بی حجاب با لباسهای غربی در خیابونها قدم می زنند. نتیجه وقتی رضا شاه به ایران بازگشت، تغییرات آمرانه و از بالا به پایین رو شروع کرد. رضا شاه پهلوی قبل از این هم به فکر تغییرات اجتماعی افتاده بود و در دی ماه 1307 دستور داده بود تا همه مردان ایرانی کلاه پهلوی به سر بذارند. کلاهی که اگر ما را الان از طریق کانال یوتیوب و تصویری میبینید دارید اون رو مشاهده میکنید. اگر هم پادکست میشوید که پیشنهاد میکنم سری به چنل یا کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست بزنید و تمام قسمت های ما رو به صورت مستند تصویری ببینید و بشنوید و لذت ببرید. روز 28 خرداد 1314 بخشنامه جدیدی توسط دولت فروغی ابلاغ شد. این بخشنامه به مردهای ایرانی دستور میداد که کلاه پهلوی از سر بردارند و به جاش کلاه شاپکو به سر بگذارند. بند مهم دیگه این بخشنامه جایی بود که می گفت مجالس ختم باید در مساجدی برگزار شود که بلدیه یا همون شهرداری اون رو تایید میکنه و خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون هم در این مجالس ممنوع. اون زمان شایعه تصویب قانونی برای کشف حجاب هم مطرح شده بود. روحانیون حسابی اعتراض کردند و اصلی ترین این اعتراضات در مسجد گوهرشاد مشهد اتفاق افتاد. روحانیون و مردم متدین در این مسجد تجمع کردند و نیروهای حکومتی هم برای سرکوب اونها وارد مسجد شدند. 21 تیر 1314 جمعیت حاضر در گوهرشاد به اوج خودش رسید و فردای اون روز یعنی 22 تیر ماه 1314 درگیری ها بالا گرفت. نیروهای حکومتی مردم را به گلوله بستند و تعداد زیادی کشته شدند. تعداد کشته های این واقعه از 70 تا 2000 نفر نقل شده. امروز روز در تقویم ایران روز 21 تیر ماه به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. واقعه گوهرشاد باعث شد تا افکار عمومی حسابی علیه رضا شاه موضع بگیرن، ولی رضا شاه کوتابیا نبود. اون معتقد بود فقط با جبر میشه حجاب رو از سر زنان برداشت و اونها رو وارد جامعه کرد. از طرفی وقایع دوران هرج و مرج در اواخر قاجار باعث شده بود تا رضا شاه عنوان کنه چی؟ پوشیدن برقع و پوشی خطر امنیتی داره. چرا؟ در زمانی که ترورهای سیاسی در ایران رو به افزایش بود، بارها دیده شده که مردی در زیر حجاب کامل زنانه با اسلحه پنهان شده و به خصوص در مراسم‌های مذهبی که زنان اجازه حضور داشتند وارد جمعیت شده و ناگهان اسلحه را کشیده و کسی را ترور کرده. پس قانون کشف حجاب در 27 آذر ماه 1314 توسط دولت ابلاغ شد.
دی ماه 1314 رضا شاه به همراه همسر و دخترانش که حجاب بر سر نداشتند به مراسم فارغ التحصیلی دختران بی حجاب دانشسرای تربیت معلم، یعنی همین دانشگاه خوارزمی امروزی رفتند و رسما کشف حجاب در ایران زمین آغاز شد. کشف حجاب رضا شاهی واکنش منفی در بین بخش بزرگی از جامعه داشت. البته که در شهرهای بزرگ مثل تهران، بخشی از طبقه متوسط و مرفه از این فرمان شاه استقبال کردند و حجاب از سر برداشتند. خیلی از زنان کاملا از حضور در جامعه توسط خانواده هاشون منع شدن و خیلی های دیگه هم در عوض حضور بیشتری در جامعه پیدا کردند. کشف حجاب رضا شاهی با کاری که آتاتورک کرد اما فرق می کرد. آتاتورک در ترکیه اجبار به کشف حجاب نکرده بود و برای همین جامعه ترکیه با اقدامات آتاتورک همراه تر بودند تا جامعه ایران با اقدامات جبری رضا شاه. رضا شاه در 1320 و با ورود متفقین به ایران به نقطه پایان خودش رسید، از قدرت خلع شد و قانون بی‌حجابی اجباری هم لغو شد. ولی برقع و روبند از فرهنگ عمومی ایران زمین حذف شد. بیایم جلوتر با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه 1357 چه شد؟ باز هم مسئله حجاب در جامعه ایران بالا گرفت. تا پیش از پیروزی این انقلاب خیلی بحثی در رابطه با حجاب مطرح نبود. فقط در سخنان رهبر انقلاب شنیده می شد که پس از انقلاب با بی‌بندوباری و برهنگی برخورد خواهد شد و جامعه مذهبی ایران هم از این سخنان استقبال می کردند. یک هفته بعد از پیروزی انقلاب اما نظرات کمی عوض شد. رهبر انقلاب اعلام کرد که زنان باید در وزارتخانه های اسلامی با حجاب حاضر شوند. سریعاً قانون حمایت از خانواده که در حکومت قبلی، یعنی در حکومت پهلوی تصویب شده بود، لغو شد. قانونی که بندهایی در رابطه با زنان داشت و مثلا با چند همسری و کودک همسری مخالفت می‌کرد، لغو شد. سقط جنین هم حرام اعلام شد. کمی بعد علارغم مخالفت اولیه دولت موقت، حجاب اجباری در ادارات ایران زمین قانون شد. اولین نهادی که حجاب در اون اجباری شد ارتش بود. زحمتشو کی کشید؟ حسن روحانی که بعدها، یعنی همین اخیرانها، شد رئیس جمهور ایران زمین، این قانون رو در ارتش اجرایی کرد و بعد همین قانون در سایر ادارات دولتی اجباری شد. زنان مخالف با حجاب اجباری اما اعتراض کردند. بزرگترین این اعتراض‌ها در 17 اسفند ماه 1357، کمی بعد از انقلاب 57 رخ داد. کجا؟ وقتی به مناسبت سالگرد 8 مارس یا 17 اسفند ماه، روز جهانی زن، زنان مخالف حجاب اجباری با شعار ما انقلاب کردیم، به عقب بر نمیگردیم، به خیابان‌ها آمدند و روبروی دانشگاه تهران تجمع کردند. از اون طرف گروهی از زنان محجبه حامی انقلاب به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند یا روسری یا توسری. این دو گروه روبروی هم قرار گرفتند. این تجمع‌ها برای چند روز ادامه داشت.
و اینجای تاریخ، آیت الله سید محمود طالقانی که از سران انقلاب بود سریعاً مصاحبه ای انجام داد تا دلنگرانی بخشی از جامعه که از شکل گیری حجاب اجباری نگران بودند رو رفع کنه. ایشون گفت در زمینه حجاب اجباری در کار نیست. نتیجه کم کم اعتراضات فروکش کرد. در ادامه شهریور ماه 1358 آیت الله طالقانی درگذشت و کم کم سیاست ها در رابطه با حجاب سفت و سخت تر شد. هجدهم مرداد 1361 قانون مجازات اسلامی تصویب شد. در این قانون مجازات هایی برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده بود. اکثریت جامعه ایران در اون دوران با حجاب اجباری موافق بودند و خیلی زود تمام زنان ایران زمین با حجاب در کوچه و خیابان ها دیده شدند. طی تمام این سالها روند حجاب در جامعه ایران به گونه‌ای بوده که مخالفت‌ها با حجاب اجباری بیشتر شده. از زمانی که اکثریت جامعه چادر به سر داشتند تا دورانی که خیلی ها با مانتوی بلند و مقنعه یا روسری که کل مو رو بپوشونه بیرون می اومدند. در دهه 70 و به خصوص در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش زنان سریع‌تر شد. کم کم مانتوها کوتاه‌تر شد. روسری‌ها عقب رفتند. بعد برای بخشی از زنان شال جای روسری رو گرفت و شال هم هی عقب‌تر رفت و مانتوها هی جلو باز شدند و در نهایت طی ماه‌های اخیر زنان زیادی رو می‌بینیم که به طور کامل حجاب سر رو برداشتند و با ظاهری جدید در خیابون‌ها تردد می‌کنند. از اون طرف برخورد حکومت با زنان هم در تاریخ این سال‌ها فراز و فرودهایی داشته. کمی به عقب برگردیم. در دهه 60 کمیته های انقلاب مسئول برخورد با زنان بدحجاب بودند. بعد که کمیته انقلاب منحل شد و برخورد با بدحجابی به نیروی انتظامی سپرده شد، برخورد با بدحجابی کمی کاهش پیدا کرد تا اینکه در دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی نژاد گشت های ارشاد زیر مجموعه نیروی انتظامی به راه افتاد و باز هم این برخورد ها شدت پیدا کرد. از طرفی یه سری مخالف بی‌حجابی هم همیشه خارج از سازوکار رسمی به مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی پرداختند. در تمام این سالها از اسید پاشی به زنان در اصفهان بگیریم تا چیزهایی که دیدیم و داریم می‌بینیم. با بررسی روند تاریخی حجاب در ایران به نظر میرسه رویکرد اجبار حکومتی در ارتباط با حجاب چندان مورد پذیرش جامعه ایران زمین نیست. چه زمانی که رضا شاه پهلوی قصد داشت به زور کشف حجاب کنه، چه در دوران پس از انقلاب که اجبار در رعایت حجاب شکل گرفت. خیلی ها معتقدند که حجاب اصل فقهی خیلی سفت و سختی نیست. مثلا سید حسن آقامیری که یه واعظ مذهبی منتقده این نظر رو داره. آقای ترکاشوند که دین پژوهه و در ابتدای همین قسمت هم کمی به کتابی که در رابطه با حجاب نوشته ایشون پرداختیم هم همچین عقیده‌ای داره. Thank you.
به هر حال حجاب به موضوع مهمی در جامعه ما تبدیل شده و کش و قوس‌های فراوانی هم در این رابطه طی دوران معاصر در ایران زمین وجود داشته و به نظر میرسه این موضوع که یه دو قطبی جدی اجتماعی در ایران شکل داده در آینده هم میتونه وقایع بسیاری رو به وجود بیاره. ما در این قسمت ویژه از پادکست مورخ هیچ قضاوتی راجع به اصل حجاب نداشتیم و نداریم و قضاوت در این رابطه رو به شما واگذار میکنیم و فقط سعی کردیم در این قسمت روند تاریخی این پدیده اجتماعی و البته سیاسی رو روایت کنیم و به رویکردهای حکومتی و واکنشهای اجتماعی به این رویکردها بپردازیم. زمان به پایان رسید و کلام ما هم. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و قسمت جذاب بعدی، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون.